با یاد نام خدا عرض سلام و ادب دارم خدمت همه همکاران محترم. در این ویدیو سعی میکنم مختصری در مورد کتاب راهنمای عملیات واکنش در شرایط اضطراری که به اختصار ERG مخفف Emergency Response Guide هست با ورژن 2020 صحبت کنم. اما همونطور که میدونید یکی از مهمترین مرجع‌های استفاده در مدیریت حوادث مواد خطرناک کتاب ERG است که برای نیروهای امدادی بسیار مفید فایده است. در این کتاب اطلاعاتی در مورد نوع مواد، خطراتی که به لحاظ حوزه سلامت برای اونها دارن، خطرات به لحاظ انفجار، اشتعال و آتش سوزی، نکات ایمنی عمومی، روش‌های و تکنیک‌های اطفاء حریق و همچنین فاصله گذاری و زون بندی در سه زون، هات زون، وارم زون و کولد زون، اطلاعات بسیار بسیار مفیدی رو در اختیار نیروهای فرست ریسپاندر و هزمت قرار میده. اما نکته بسیار مهمی که در این کتاب شایان توجه است بحث رنگ بندی هایی است که در صفحات مختلف این کتاب استفاده شده، شامل 5 رنگ خاکستری، زرد رنگ، آبی رنگ، نارنجی رنگ و سبز رنگ. بخش خاکستری رنگ نحوه استفاده از کتاب رو به طور اختصار بیان میکنه، بخش زرد رنگ در مورد لیست مواد بر اساس UN نامبر، بخش آبی بر اساس نام حروف الفبای لاتین اونها، بخش نارنجی رنگ بر صفحه راهنما و دستورالعمل مخاطرات کلی، و بخش سبز رنگ هم بخش فاصله گذاری و ایزولاسیون اونها رو صحبت میکنه. اما نکته مهمی که در بخش توسی رنگ هست اطلاعاتی در مورد نحوه استفاده از کتاب ERG، طبقه بندی و گروه های نهگانه مواد خطرناک رو به طور کامل توضیح میده، پلاکارد هایی که در شرایط اضطراری ما استفاده میکنیم و همچنین سیستم ها و مد های حمل و نقل خودروهای ریلی جاده ای و پلاکارد هایی که روی اونها استفاده میشه، سیستم GHS به عنوان مرجع سیستم هماهنگ مدیریت حوادث مواد شیمیایی در این بخش هست، بخش اطلاعاتی که در مورد پلاکارد هایی که روی واگن ها و خطوط و همچنین خودروها استفاده میشه، بخش دیگر بخش استفاده از کد کملر روی خودروها هست، همچنین نحوه انتقال و مخاطرات و مدیریت حوادث انتقال و خطوط نفت و گاز رو در این بخش مشاهده میکنیم. در بخش زرد رنگ کتاب که یک بخش بسیار مفید دیگر هست، مواد خطرناک بر اساس شماره ملل متحدشون یا UN نامبر که یک کد 4 رقمی هست کنار همدیگه چیده شدن. در کنار UN نامبر شماره صفحه راهنما که به ارجاع میده به بخش نارنجی رنگ برای این مخاطرات، همچنین نام ماده به فارسی و لاتین هم مشاهده میکنید. همچنین در موضوع دیگری که در این کتاب هست، بخش آبی رنگ هست که برخلاف بخش زرد رنگ نام مواد رو بر اساس حروف الفبای لاتینشون کنار همدیگه قرار داده و در کنار اون مضاف بر نامشون شماره شناسه مواد یا همون UN نامبر و همچنین صفحه راهنما در بخش نارنجی رنگ رو بهش اشاره کرده. همچنین در بخش نارنجی رنگ که به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های این کتاب هست، دستورالعملی راهنما شامل خطرات موجود برای اون مواد، ایمنی عمومی و همچنین واکنش‌هایی که در شرایط اضطراری باید در بحث ریخت و پاشش توجه کنید رو بهش پرداخته. در بخش خطرات موجود، خطرات حوزه سلامت، خطرات آتش سوزی انفجار، حالا بحث اینکه سبک اون ماده سبکتر از حواس یا سنگینتر، بحث برگشت شعله، خفگی و گیجگی و احتمال سوختگی و یخ زدگی و سمیتش صحبت میشه. در بخش عمومی به حدود شعاع تخلیه، نایه زرد رنگ و لباسهای حفاظتی که شما باید استفاده کنید توسط نیروهای امدادی پرداخته شده و در بخش واکنش شرایط اضطراری هم به نحوه رفع آلودگی و مواد خنثی کننده اونها پرداخته شده. بخش سبز رنگ که یکی دیگر از بخش‌های مفید این کتاب هست، به بحث فاصله گذاری و همچنین جداولی که مربوط به در واقع حدود فاصله که شما به لحاظ شعاعی باید عمل کنید بهش، و همچنین اگر یک فردی در جهت باد روبروی محل نشت قرار بگیره در شب و روز چه فواصلی رو در نشت حداقلی و نشت عمده، که در این قسمت موادی که زیر 200 لیتر یا 300 کیلوگرم جامد هستن رو نشت کوچک و بیشتر از اون رو نشت کلی در نظر میگیره. همچنین برای جنگ افزارهای شیمیایی تا 2 کیلوگرم رو جزئی و مواقعیتی بالاتر از اون رو به عنوان نشت بیشتر در نظر میگیره. موضوع دیگر بحث گازهای متصاعدی از برخی از مواد هستن که در با آب واکنش میدن، تحت عنوان TIH بهش میپردازن که در جدول قابل مشاهده است. همچنین جداولی در مورد تخمین سرعت باد زیر 10 کیلومتر، 10 تا 20 کیلومتر و بالاتر از 20 کیلومتر بر
ثانیه صحبت میکنه، فاکتورهایی که میتونن اقدامات حفاظتی شما رو تحت تاثیر قرار بدن از دیگر نکات هست، اطلاعاتی در مورد بلوی در بخش بعدی این کتاب هست و همچنین اطلاعات بخش سبزرنگ، یک اطلاعاتی رو در مورد شاخصهای محیطی وقوع حوادث مواد خطرناک شامل حوادث مواد شیمیایی، حوادث بیولوژیکی، حوادث پرتوی و رادیواکتیو رو به طور کامل برای شما بیان میکنه و در اختیار نیروهای امدادی قرار میده که متوجه بشن چه نوع حادثه‌ای مواد خطرناک است. اما یک موضوعی که در انتهای این کتاب اومده در بخش سی بی آر انش، بحث ملاحظاتی که برای ایمنی پرسنل امدادی باید بهش توجه کنه به لحاظ فاصله ایمنی که در حوادث باید بگیرن و لباسای حفاظتشون، در این بخش به طور کامل بهش پرداخته شده و این کلیپ رو برای همکاران خودتون هم ارسال کنید. ممنون.